5 تن از هموطنان زلزله‌زده ما در روستای وردگان بر اثر شدت سرما و نبودن امکانات گرمایشی جان دادند. وقتی در مرداد ماه گذشته خانه این هموطنان ویران شد، همه نگران فرارسیدن سرما و یخبندان در زمستان سخت این منطقه سردسیر بودند. اما کارگزاران رژیم و دولت احمدی نژاد به کرات تاکید کردند که تا 2 ماه دیگر برای همه زلزله زدگان خانه خواهند ساخت. روند بازسازی باید با همین سرعت پیش بره. تا پایان این ماه آبان دیگه کسی نمونه که زیر سقف نباشه. اما این حرفها جز تبلیغات پوچ و تماما دروغ چیز دیگری نبود و زلزله زدگان محروم هر جا امکان پیدا کردند دروغگویی های رژیم را افشا نمودند. قسم به خدا دروغ میگن، قسم به خدا دروغ میگن. حتی روزنامه های رژیم هم از وضعیت زلزله زدگان می نویسند، اما باز هم هیچ اقدامی برای زلزله زدگان که در خطر نابودی قرار داشتند به عمل نیامد. سرما امانشان را بریده بود. انگار زندگی در یک چهار دیواری گرم آرزوست که فعلا تحقق پیدا نخواهد کرد و زلزله زدگان باید زمستان امسال را در کانکس های تهیه شده در کنار ساختمان های نیمه تمام سپری کنند. سرما در اهل و وردگان بیداد می کند و زلزله زدگان همچنان در تکاپوی یک سقفند. زنان و کودکان روستای کنجیک همپای پدران و مردان در روستا تلاش می کنند تا هرچه زودتر سرپناه خود را به اتمام برسانند. اما سوز و سرما امان این کار را نمی دهد. زهرا 25 ساله که در روستا در کنار همسر و فرزندش در حال ساخت خانهشان است می گوید پس از آن حادثه شرایط بدی در زندگی ما و اهالی روستا ایجاد شد. خانه ها کاملا تخریب شد و مدت زیادی را در چادر زندگی کردیم. برخی مردم که توانسته بودند با خبرنگار تلویزیون الجزیره مصاحبه کنند به وضعیت اسفناک چادرها و نبودن امکانات اشاره کردند. سه تا کاپشن میپوشیم میخواد. حتی حیوانات هم این سرما رو تحمل نمی کنند. چه رسد به ما؟ چه کسی باید به ما کمک کند؟ هیچ زندگی نداریم، هیچ آبی نداریم، هیچ حمامی نداریم، هیچ پولی نداریم، نه لباسی داریم، نه غذایی. تا الان او و همسرش آنطور که دولت ایران در ماه اوت به زلزله زدگان وعده داده باید یک خانه می داشت. اما روستاییان مانند او برخی مقاطع کاران را متهم به فساد می کنند. قسم به خدا دروغ میگن، قسم به خدا دروغ میگن. آنها برای هر کس که با آنها پول بدهد بهتر کار میکنند. ساختن خانه برای ما به شدت کند بوده و مهندسان به ما گفتند اگر بیشتر پول بگیرند بهتر کار میکنند، اما ما پولی نداریم. سرما و یخبندان همچنان از هموطنان زلزله زده ما در وردگان اهل قربانی میگیرد. همچنان که خانم مریم رجوی در پیام خود هنگام وقوع زلزله گفتند بر عهده مردم است که به هر طور به یاری هموطنان بی پناه خود بشتابند.